طبیعی کسایی که در کشور ما میآیند و به هر دلیلی، چون بخشی از اینا سابقه در انقلاب دارن، که کسانی که سابقه در انقلاب دارن طبیعی در هر انقلابی ریزش‌هایی وجود داره و ریزش‌های امروز انقلاب ما هم همینا هستن که امروزه راه دیگری رو برخلاف مسیر اصلی انقلاب در پیش گرفتن و طبیعیه که اینها مورد توجه و حمایت غرب قرار گرفتن و اینها هم متاسفانه پذیرفتن که بعضن از غرب کمک بگیرن، یعنی غرب رو در رسیدن به خواسته خودش کمک بکنن. ببینید جالبه، ما در حوادث سال 88 کسایی رو داریم که در دادگاه وقتی محاکمه میشن حرفای قابل توجهی میزنن و باید اینا مورد توجه مردم و خصوصا جوان‌ها قرار بگیره، سایی که زمانی از متن مردم بودن، برای مردم بودن، در مسیر مردم بودن، دچار انحراف فکری میشن با اعترافات خودشون و این انحرافات فکری اونا رو در مسیری مقایر با مسیر مردم قرار میده. اما چون میخوان منافع خودشون و موقعیت خودشون رو تامین بکنن، در واقع به قدرت برسن، حاضر میشن با بیگانه هش و نش داشته باشن، ارتباطات و پیوندها، و اینجا هستش که در نهایت یه فتنه مثل فتنه 88 رخ میده. امروز ما شاهد این هستیم که باز مجدد گروه هایی که در فتنه بودن یا فتنه رو همراهی کردن، حمایت کردن، دارن فعالیت میکنن و اینها فکر میکنن که یک فرصت مغتنمی فراهم شده و میتوانند مجدد به صحنه برگردند.